بستنی از خوشمزه ترین و در عین حال محبوب ترین دسرهای دنیاست. طعم‌ها و رنگ‌های بستنی انقدر متنوع هست که اگر یک طعم از اون رو دوست نداشتید میتونید به سراغ طعم دیگه‌ای برید. بیشتر مردم دنیا عاشق این دسرهای سردن. برای همین بیشتر کشورها بستنی‌های سنتی مخصوص خودشون رو دارن. تا حالا کنجکاو شدید که بدونید اسم بستنی‌های معروف دنیا چیه؟ تو این ویدیو می‌خوایم بستنی‌های معروف تعدادی از کشورها رو معرفی کنیم. بستنی جلاتو، بستنی با بافت لطیف و نرمه که خیلی ها میگن خوشمزه ترین بستنی دنیاست. گردشگران با رفتن به ایتالیا سراغ جلاتو بستنی های خاص این کشور رو میگیرن که نسبت به بستنی های معمولی هم چربی کمتری داره و هم نرمتر و شیرین تره. مخصوصا در ماهای گرم سال جاهای زیادی رو توی ایتالیا میبینید که جلاتو میفروشن. جلاتوهایی در طعمها و رنگهای متنوع. برای تماشای ادامه این ویدیو و ویدیوهای بیشتر چنل یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید. امکان نداره تو خیابون‌های شهرهایی مثل استانبول و آنکارا راه برید و چشمتون به بستنی فروشی‌های معروف اونا نیفته. در ترکیه بستنی‌های خوشمزه‌ای هست که به اونها دندورما میگن. بافت نرم و دیر آب شدن این بستنی باعث میشه که خیلی از فروشنده‌ها برای سرگرم کردن مشتری‌ها با این بستنی‌ها حتی نمایش‌های خنده‌دار هم اجرا کنن. بیشتر کسایی که برای گشت و گذار به بیرون میرن حتما این بستنی رو امتحان میکنن. این توپ‌های کوچیک با بستنی‌های رنگی پر شده و دور اونها هم کیک‌های برنجیه. ترکیب طعم‌های متفاوت بستنی و کیک برنجی خوراکی خوشمزه‌ای به اسم موچی رو به وجود میاره که خیلی هم پرطرفداره. درسته که اگه از ما درباره پرطرفدارترین طعم‌های بستنی بپرسن، فوراً شکلات، وانیل و شاید هم توت فرنگی به ذهنمون میرسه. اما اگر طعم متفاوت و عجیب و غریب رو دوست داشته باشید، بستنی‌های ژاپنی میتونن شما رو حسابی راضی کنن. در اینجا بستنی‌های زیادی هست که طعم‌های عجیب و غریب دارن. طعم‌هایی مثل عروس دریایی یا جوهر اختاپوس. در خیابان‌های گرم هند یکی از بهترین راه‌های خنک شدن خریدن بستنی کلفیه. بستنی سنتی و اصیل هندی که کمتر کسی پیدا میشه که بگه مزه‌اش رو دوست نداره. این بستنی انقدر بادوم و پسته داره که مثل بمب انرژی شده و با خوردن اون دیگه یک لحظه هم سر جای خودتون بند نمیشید. بستنی کلفی ترکیبی از ادویه‌ها، مغزها و میوه‌هاست و طعم‌های مختلفی داره. پس هم خوشمزه است، هم مقویه. با اینکه بستنی سرخ شده در قاره آمریکا اختراع شده اما انقدر خوشمزه بود که خیلی زود در آسیا هم محبوب شد. چینی ها با ایجاد تغییراتی بر روی این بستنی ورژن چینیش رو درست کردن که خیلی هم محبوبیت داره. این بستنی شبیه کیکه و خیلی مزه خوبی داره. این بستنی ترکیبی از خمیر سرخ شده و مقداری بستنی سرد و خوشمزه است. طعم متفاوت سوربت حتما شما رو سر ذوق میاره. بستنی با طعم پنیر که با شیر نارگیل درست شده. این بستنی رو هر طوری که دوست داشته باشید میتونید بخورید، یا به صورت لیوانی یا قیفی. در آب و هوای گرم فیلیپین خوردن بستنی خیلی میچسبه. پس اگه دلتون دو سه تای دیگه هم از این بستنی خواست، کاملا طبیعیه. اگر دلتون یک بستنی واقعا متفاوت میخواد، باید آیس کاکان رو امتحان کنید. این بستنی مخصوص مالزی و سنگاپوره و از تکه های بستنی و چیزهایی مثل لوبیا قرمز، ذرت و شیر درست میشه. البته وجود لوبیا و یا ذرت در بستنی شاید چندان با مزاج ما ایرانی ها سازگار نباشه، اما امتحان اون میتونه تجربه جالبی باشه. پلتا یک بستنی چوبی میوه‌ایه. خیلی همون در دوران کودکی عاشق بستنی های یخی و میوه‌ای بودیم و ظاهر رنگی، طعم شیرین و متنوع اونها ما رو عاشق این بستنی ها کرده بود. بستنی محبوب مکزیکی ها هم از همین بستنی های میوه‌ای و چوبیه که به اونها پلتا میگن و برای خریدن اون باید سراغ فروشنده های خیابونی برید. از شکلات و توت فرنگی گرفته تا وانیل و پرتقال، تنوع طعم‌های این بستنی سنتی دست شما رو در انتخاب باز می‌ذاره. بستنی رولی بستنی مخصوص تایلندی هاست. برای درست کردن این بستنی شیر تازه با موادی مثل آرد، چای سبز و قهوه اونقدر به هم همزده میشن تا به شکل خامه بر بیان. خیلی ها تو سفر به تایلند این دسر خوشمزه رو امتحان میکنن و اونو به همراه میوه های استوایی میخورن.
تاگوتو ترکیبی از بستنی ایتالیایی و ترکیه‌ایه. در واقع در یونان به بستنی پاگوتو میگن و بیشتر بستنی‌های پرطرفدار این کشور هم از ترکیب بستنی ایتالیایی و ترکیه‌ای درست شده. بستنی‌های یونانی طعم‌های متنوعی دارن که دلتون میخواد بیشتر طعم‌های اون رو امتحان کنید.